تقسیم امتیازات حاصل تلاش دو تیم خواهد بود. شهاب زاهدی بازی رو آغاز میکنه. در میانه زمین پاس سلک به سمت راست پس از حواشی بسیار زیادی که حضور سلک در این بازی تیم زبان حاضر شده در محوطه جریمه پرسپولیس، ارسال بلند و دستان کشیده علیرضا بیرانوند توپو در آغوش میکشه. اونجا هم خطا روی علیرضا بیرانوند اعلام شد. میلاد سلک برای علی نعمتی، یه پاس پشت مدافع، این موقعیت میتونه شک بگیره برای پرسپولیسی ها که با ضربه سری که آرش قادری میزنه توپ کورنر میره. وحید امیری پرتابش بلند میاد مقابل دروازه، ضربه سری که از کنار دروازه به بیرون رفت. پرتاب چقدر خوب اومد تا حوالی نقطه پنالتی. دانیال اسماعیلی فهم وقت ارسال هست و این ضربه ای که سعید صادقی میزنه توپ بالای دروازه به بیرون میره. کوتاه رو به عقب، امیر حسین جدی ارسالش بلند میاد مقابل دروازه و ضربه سری که زده میشه و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. شماره 10 داره بازی میکنه، پشت سر شهاب زاهدی، از سمت راست سعید صادقی و از سمت چپ مهدی ترابی او رو حمایت میکنه. حالا فرصت ضد حمله هست برای تیم زوباهن. محمد جواد محمدی پا عوض کرد، توپو فرستاد سمت راست. حالا این ضربه از پشت محوطه جریمه از مهرداد رضایی که توپ پس از برخورد پای مدافعین به بیرون رفت. پرتاب رو میده با یک کار نمایشی، توپ ارسال میشه داخل محوطه جریمه. با اون که خیلی برد زیادی داشت اما خب نقطه ای نرفت که بازیکن زوبه هم بتونه از اون استفاده کنه. مهدی ترابی ضربش روی این توپ خیلی کم بود، به دردسر انداخت دانیال اسماعیلی فرو. حالا از سمت چپ فرصت نفوس هست، پوریا آریاکیا ضربه میزنه به سمت دروازه و توپ از کنار دروازه بیرون رفت. کاملا روند بازی زوبهن نسبت به دقایق نخست تغییر پیدا کرد و توپی که درون دروازه قرار گرفت، گل برای زوبهن. چه اشتباهی انجام داد سروش رفیعی، بیرانوند چرا از دروازه خارج شده بود؟ یه گل به خودی رو شاهد هستیم در دقایق پایانی نیمه اول. پاس رو به عقبی که سروش رفیعی داد برای گلر خودشون علیرضا بیرانوند و دروازه پرسپولیس باز شد. زوبهنی که نتونسته بود درست فشار بیاره روی دروازه پرسپولیس، در نهایت روی اشتباه مدافعین خود تیم میزبان 1-0 پیش. کاملا گله داره از این قضیه و از این داستان. ببینیم اصلا چه اتفاقی رخ داد. خیلی ضربه توپش هم بالا بود، بعد علیرضا بیرانوند اونجا چیکار میکرد؟ حالا اومده بود که احتمالاً اگه تحت فشار علی نعمتی خواست پرتابش رو به عقب انجام بده او توپو بگیره، که این توپه رفت و درون دروازه قرار گرفت. به هر ترتیب یک گل برای زوباهن ثبت میشه. یه پرتاب بلند انجام میشه مقابل دروازه، کورنر هست یا خیر؟ کمک داور بله نقطه کورنر رو نشون میده، داور هم تایید میکنه. همکاریش با محمد حسین اسلامی، باز هم مرداد رضایی تیکه برد به سمت راست. امیر حسین جدی صاحب توپه، سجاد آشوری میاد رو دستش با پای غیر تخصصی ارسال مقابل دروازه، ضربه یه سر بسیار خطرناک. سجاد آشوری توپ دور میکنن در زمین پرسپولیس. علیرضا بیرانوند یه کار خطرناک اونجا، داور خطا رو اعلام میکنه روی علیرضا بیرانوند. بی نهایت اعتماد به نفس داره علیرضا بیرانوند. نگاهش به داخل محوطه جریمه است، اعلام نقشه میکنه، توپش بلند میاد روی دروازه و توپ از همه عبور کرد. در اون سمت ضربه کورنر باید تکرار بشه برای پرسپولیسی ها. زیر فشار سنگین حملات پرسپولیسی ها یا خیر، توپ رد شد. شهاب زاهدی یه موقعیت خوب داره برای پرسپولیس و توپ رو گرفت حبیب فرعباسی. اینجا یه مقدار صحنه مشکوک به خطا بود. شهاب زاهدی یه پاس بسیار خوب، لقمه حاضر و آماده رو دانیال اسماعیلی فر از دست داد. ببینیم با هم. محمد عمری سمت چپ، توپو در اختیار داره، به دنبال بازیکن هم تیمی است. مهدی ترابی صاحب توپ میشه، پاس کوتاهش اون یه گل جا دارن با هم پاسکاری میکنن، پاس چشم‌بسته. طبیعتاً حلقه محاصره داره اونجا تنگ‌تر میشه. ضربه‌ای که سلک میزنه از
بالای دروازه توپ به بیرون رفت. پا به توپ بین مدافعین، مشکوک به آفساید بود اما داور دستور ادامه کارو داده. نه بازم داور خطا نگرفت. فکر کنم برای سومین باره که رو توپای محمد جواد محمدی داور خطا اعلام نمیکنه. تو شلوغی محوطه جریمه توپو برگردوندن. یه مقدار ضریب اشتباهات پرسپولیس هم تو خط دفاعی داره بالاتر میره. محمد عمری رو خط آفساید حرکت کرده. مهدی ترابی با گامهای بلند به توپ میرسه. مهدی ترابی چیکار میکنه با این توپ؟ مهدی ترابی دلیلش میتونه این باشه که محمد عمری خیلی شوت زنه. چهره یاسین سلمانی رو مهدی ترابی پشت محوطه جریمه. مسعود ریگی توپی که براش ارسال میشه اصلا کیفیت مناسبی رو نداره. دانیال اسماعیلی فر موقعیت ارسال هست برای پرسپولیسی ها. توپ کنترل میشه و این ضربه به سمت دروازه. محمد عمری کنترل و ضربهش انصافا خوب بود. اگه توپش زاویه داشت شاید الان دروازه زمان باز میشد. کنترل ضربهش خیلی خوب. یاسینه حالا جا محمد عمری چه بدن خوبی گذاشت. محمد عمری سمت چپ موقعیت هست برای پرسپولیسی ها. این ضربه توپ از بالای دروازه بیرون رفت. شاید گرفتن تصمیم بهتر تو این موقعیت ها خیلی بهتر بتونه به پرسپولیس کمک کنه. با زحمت توپ رو کماکان در جریان بازی نگه داشته محمد قریشی. توپشو گرفتن. داور اشاره میکنه که بازی ادامه باید پیدا کنه. ضربات پرسپولیسی ها فقط جایی میره که حبیب فرباسی ایستاده، حتی نیاز به واکنش هم نداره. ضربه زمینی برگشت داده میشه. مسعود ریگی کاملا در خدمت تیم داره بازی میکنه. یه پاس برای محمد عمری، یه پاس رو به بیرون و ضربه رباح ماجری که خوب روی پای مهاجم پرسپولیس جفت جور نشد. اما خب پوری آریاکیا حضور داره. خود آریاکیا میندازه رو پای چپش، یک به یک برداشت اونجا با این ضربه سر توپ دور شد در ادامه این ضربه. و اونجا بود که ضربه سرزر به عرفان معصومی میتونست وارد دروازه بشه. یه پاس قشنگ براش محمد جواد محمدی ارسال کرد تو بازی با ملوان. روی توپای سوم کورنر همیشه نقشه داره. ارسال، ضربه سر و گل. گئورگ گولسیانی، یحیی گل محمدی چه تعویضی کرد. گولسیانی میاد و نشون میده که برای درخشیدن در باشگاه پرسپولیس نیاز به دقایق زیادی نداره. اجازه نمیده توی این فصل لیگ برتر تیمی اون رو شکست بده. ضربه سری که زد گولسیانی عرض کردم در داخل محوطه جریمه خیلی خوبه روی ضربات شروع مجدد. و اینجا بالاخره این ارسال ها، این تکرار ها از کانال سمت چپ برای پرسپولیس ثمر بخش بود و گئورگ گولسیانی آقای فرهاد امینی چهار دقیقه اعلام میکنه این ضربه محکم از یاسین سلمانی. چه شروعی میشد برای یاسین سلمانی اگه این توپ علیرضا بیرانوند. حالا ارسال توپ انجام میشه مقابل دروازه. داور باز هم اعلام کورنر میکنه. چه لحظات نفسگیری این ثانیه‌های نگاهش به محوطه جریمه است. توپ میاد مقابل دروازه بلند با ضربه سر بدی که اونجا زده میشه از وحید امیری. این حمله از دست میره برای سرخپوشان. صبحان داره امتیاز خوبی رو از اعلام آفساید علیرضا بیرانوند حالا اشاره میکنه یحیی گل محمدی که همه برن و در روی خط محوطه جریمه اونجا حضور پیدا کنن. بیرانوند که ضربه توپش هم خوبه، توپ بلند میاد به محوطه جریمه، ضربه سر زده میشه. حبیب فرباسی توپو در اختیار میگیره. سوت پایان مسابقه، تساوی یکی که تیم های پرسپولیس تهران و ذوبان اصفهان. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با چشمان ناظرینتون به قاب شبکه 3 سیما برنامه فوتبال برتر چشم دوختید. تا دیداری دیگه‌ای که در خدمتتون باشم شبتون بخیر. خدا